برای اینکه شکست صاحبان قدرت به فروپاشی کل نظام سرکوب، ریاکاری و فساد حاکم تبدیل بشه و زن ایرانی بتونه از فشار بیرحمانه استبدال کری داعشی مسلک برای همیشه رها بشه، راهپیمایی دشوار در مسیر تغییرات اساسی لازمه. جزئیات بیشتر در گفتاری از نگار محسنی. چطور میشه بر بستر شکستی به قدمت تاریخ موجودیت نظام جمهوری اسلامی در مسیر یک مناسبات نوین و انسانی سهمگیری کرد؟ تأکیدم رو شکست روشنه که از کجاست. هیچ کدوم از طرح‌های نظام اسلامی در بگیر و ببند و سرکوب زنان چاره‌ساز نشده و خودشون حالا رسماً دارن اعتراف میکنن که طرح‌های مربوط به سرکوب‌های بیشتر جز تولید نفرت و بیزاری بیشتر در زنان و در کل جامعه تأثیری نداره. چیزی که بعد از این شکست مهم روش تأکید کنیم اینه که شکست حاکمیت در مواجهه با زنان الزاماً پیروزی ما زنان نیست. نیست چون تا وقتی خامنه‌ای و همدستانش منشأ اصلی قدرتن، شکست اونها در حد شکست اخلاقی، فکری و ارزشی باقی میمونه. اونا شکستشون رو با طرح‌های تازه ارعاب پرده‌پوشی میکنن. بیراه‌های صد بار رفته رو دوباره با شکل‌های جدید تکرار میکنن. سرکوب وسیع‌تر مطالبات زنان رو در انتقام از شکستشون دوباره و دوباره در دستور میذارن و ستون به ستون در عین آگاهی از تولید خشم و نفرت اجتماعی تا لحظه انفجار بزرگ این کار رو ادامه میدن. برای اینکه شکست صاحبان قدرت به فروپاشی کل نظام سرکوب، ریاکاری و فساد حاکم تبدیل بشه و زن ایرانی بتونه از فشار بیرحمانه استبداد کریه داعشی مسلک برای همیشه رها بشه، راهپیمایی دشوار در مسیر تغییرات اساسی لازمه و برای داشتن تصویر روشن از این راهپیمایی خوبه به چند تا نکته کلیدی توجه داشته باشیم. نکته اول این که رهایی اجتماعی بدون رهایی زنان ممکن نیست. عنصر اصلی رهایی زنان هم خود زنان و تلاش و پیکارشونه. اگه در انتظار بمونیم و به تلاش‌های شخصی و فردی برای موفقیت فردی اکتفا کنیم، از رهایی خبری نخواهد بود. در این صورت مجبوریم به آزادی‌های یواشکی در درون حصارهای اسارت همگانی دلخوش کنیم. مجبوریم جایی که زور عریان شکل روابط اجتماعی رو تعیین می‌کنه، به شکست و رسوایی اخلاقی و ایدئولوژیک حاکمان فاسد و زورگو قناعت کنیم. نکته دوم رابطه میان رهایی زنان و رهایی اجتماعی. جامعه‌ای که شکل یا شکل‌هایی از اسارت و بی‌حقی رو در حق نیمی از آحاد خودش بپذیره، هرگز نمیتونه رهایی اون نمونه دیگر رو عملی بکنه. بنابراین مبارزات زنان فقط به شرطی که همپوشانی وسیعی با طیفی از مبارزات مستقل سیاسی و جنبش‌های مطالباتی قشرها و لایه‌های همسرنوشت جامعه پیدا کنه و با اونها گره بخوره، میتونه زمین ساز رهایی زنان بشه. نکته سوم برمیگرده به منطق مبارزه اجتماعی. این کاملا درسته که شکل‌های مبارزه معمولاً تحت تأثیر منافع اجتماعی گروه‌های ذی‌نفع قرار داره و همین منافع عامل ترجیح رویکردهای معینی در میان نیروهای خاص اجتماعیه. با این حال گروه‌های اجتماعی هم از همدیگه تأثیر می‌گیرن و هم بر همدیگه تأثیر می‌ذارن. خوبه کاملاً روشن باشه که هیچ میزان میل و آرزو قادر نیست یک جنبش واقعی زنان در جامعه ما ایجاد بکنه اگه بزرگترین و تأثیرگذارترین بخش زنان، یعنی زنان زحمتکش توده‌های اعماق جامعه، به کلی از کائنات آگاهی بخشی
مطالبه خواهی و سازمانگری بیرون گذاشته بشن. جمع کوچک کنشگرانی که عمده توجهشون نزدیک شدن به جناحی از همین حکومته. اونهایی که کارشون پازل سازی مطالباتی از وعده های خردریزه حاشیه سفره قدرته، ره به جایی نمیبرن. کسانی که رنجها، دردها و آرزوهای سرکوب شده زنان براشون شده مدال جایزه شخصی، پول نقد، امتیاز فردی در زمینه حضور رسانه‌ای، عملاً ره به جایی نمیبرن. مسلماً جا برای هیچ فکر و گرایشی در مبارزه برای حقوق زنان تنگ نیست و کسی هم نمیخواد کارت اعتبار برای گرایش خاصی صادر کنه. جنبش زنان جنبشی متکثره، ولی در کشور ما واقعا اگه نشه برای کار زنان دانش آموخته، برای بیمه بیکاری جوانان و زنان، اشتغال زنان سرپرست خانوار، بهبود شرایط کار زنان کارگر در کارگاه های کوچک یا طرح‌های محل محور و معطوف به رفع نیازها و مطالبات زنان زحمتکش حاشیه نشین و انبوه زنان رو به میدون مبارزه مستقل وارد کرد، چیزی به نام جنبش زنان نخواهیم داشت. بنابراین مبارزات زنان اگه نخواد به حرکت بی نتیجه در درون دایره بسته تبدیل بشه، لازمه که جمع‌بندی بشه، شکل‌های بی اثر کنار گذاشته بشه و روش‌های مؤثرتری در پیش گرفته بشه. خوب برآورد روشنی در مورد تناسب میان انتظارات و خواسته های زنان با شکل های محافظ کارانه فعالیت ها داشته باشیم، یا نتایج و دستاورد های واقعی با انرژی ها و سرمایه گذاری های انسانی قیاس بشه. ما به همه این کارها نیاز داریم، نه یک بار برای همیشه، بلکه به شکل تناوبی و متناسب با تغییر اوضاع. از این طریقه که میشه شکست اخلاقی و فروپاشی ایدئولوژیک حاکمیت در مواجهه با زنان رو به نابودی کامل بساط جباریت اسلامی و داعشی مسلکی گره زد.